آنچه که پرزیدنت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در مراسم سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا در برابر اعضای کنگره این کشور در واشنگتن درباره ایران گفت، در رسانه‌های آمریکایی نیز بازتابی گسترده یافت. پرزیدنت ترامپ بر این نکته تأکید کرد که حکومت ایران هرگز اجازه نخواهد یافت به سلاح هسته‌ای دست یابد. بار دیگر خواستار آن شد که حکومت ایران در جهت خواستهای مردم ایران عمل کند. بیش از 40 سال بر اریکه قدرت بودن نشان داده است که این حکومت به هیچ نصیحت و توصیه‌ای که به سود مردم ایران است توجه نخواهد کرد و ناشنیده خواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا فراموش نکرد تا بر این نکته تأکید کند که حکومت ایران در ناآرامی منطقه دخیل است و از قاسم سلیمانی در کنار ابوبکر البغدادی به عنوان دو رهبر تروریست که باعث قتل بسیاری از فرستادگان آمریکا به منطقه شده اند نام برد. سخنرانی پرزیدنت ترامپ در کنگره آمریکا در حالی است که حکومت ایران سالگرد انقلاب خود رو جشن میگیرد و چنین به نظر میرسد که این حکومت به نهایت استیصال رسیده است. چرا؟ پاسخ بسیار روشن است. در چنین شرایطی است که مسئولان جمهوری اسلامی هم از آیت الله خامنه ای تا دیگران سخن از مصالح و منافع ایران به میان می آورند. آیت الله خامنه ای بار دیگر مردم را به خاطر ایران به پای صندوق های رأی حکومتی فراخواند. دموکراسی که آیت الله جنتی و دیگر مأموران و کارگزاران حکومت فقیه حافظ آن هستند. ایران را به کجا رساندند؟ انقلابیون برآمده از سال 57 در عرصه‌های مختلف در ایران چه گذشته است در این همه سال؟ از عرصه هنر گرفته تا عرصه روزمره زندگی تا سفره مردم، از صحنه‌های تئاتر، پرده‌های سینما گرفته تا سفره کارگران و کاروندان و کارکنان شرکت‌های خصوصی، مردمان ایران، کشاورزان. پرسش‌ها بسیار است. اینکه انقلاب اسلامی در ایران برای جوانان ایرانی چه فضایی را فراهم کرد و چه امکاناتی را در ارتباط با نسل پس از انقلاب برباد داد و منحصر به دایره حکومتی ساخت. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر و دو میهمان در بخش نخست تفسیر خبر. مجموعه حوادث این 40 سال یه نقطه پایانی برای انتخابات و شرکت در انتخابات وهن شأن انسانیت و شرکت در انتخابات به مانند انگشتدن در خون عزیزان ماست برای تایید حکومتی که پایدار بمونه و ظلم و ستم و نابودی ایران رو بخواد به همراه داشته باشه. بنابراین همه ما حداقل مشارکت مدنی و نافرمانی مدنی که میتونیم به عنوان وظیفه انسانی نسبت به خود و میهن و آینده و فرزندان خودمون داریم، یعنی تحریم انتخابات عمل کنیم.
به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام و درود میگویم هر کجا که هستید. با من و شما هستند میهمان امشب تفسیر خبر در تهران خانم مژگان، هنرمند در عرصه اوپرا، خواننده اوپرا در تهران، و در پاریس آقای محمد رضا یزدان پناه. ضمن خوش آمد به هر دو میهمان گرامی، به اتفاق آقای یزدان پناه به تهران میریم. سلام و خوش آمدید دوباره به شما خانم مژگان گرامی. درود بر شما، سپاسگزارم از شما. خیلی خوشحال هستم که در برنامه شما میتونم شرکت کنم. در واقع تریبونی ما جوانها بالاخره پیدا کردیم که بتونیم دغدغه ها، حرف هامون و تمام مسائلی که در ایران اتفاق میفته رو از این طریق انعکاس بدیم. سپاس از محبت شما. بارها گفته این رو اشاره من کردم که تفسیر خبر تریبون شماست، تریبون جوانان ایران هست، برنامه همه جوانان ایرانی هست و ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و عزیزان دیگری که در شماره‌های آینده خواهند بود و پیشتر با ما بوده. و سلام و درود هم به شما آقای محمد رضا یزدان پناه گرامی. درود به شما جناب چالنگی، درود به همه همیهنان گرامی هر جای دنیا که هستن و به ویژه خانم مژگان که واقعا افتخار هستش که در خدمت یکی از بانوان همیهن باشیم که با تمام این محدودیت ها و مشکلاتی که در ایران در این 40 سال بوده همچنان هم چراغ میهن عزیزمون ایران رو در زمینه فرهنگ و هنر زنده نگه داشتند و همچنین بزرگترین و اصلی ترین نیروهای مدافع آزادی و روشنایی در ایران بودن، زنان و دختران ایران در 40 سال اخیر در برابر تاریکی و اهریمن. واقعا سر تعظیم فرود میارم من به خانم مژگان و به تمام بانوان و دختران گرامی ایران. این نکته هم اشاره کنم که آمدن در تفسیر خبر خب مشکلاتی ممکن داشته باشه برای عزیزانی که در ایران هستن، با این حال پذیرفتن و هستن و سپاسگزار هستیم. خانم مژگان گرامی بفرمایید که شما به عنوان یک هنرمند، به عنوان فرزند بانوان ارجمندی مانند خانم منیر وکیلی، خواننده اپرای هم نسل ما که تازه هنری بود به ایران آمده بود و راه پیدا کرده بود در سه تالار رودکی و جاهای دیگر، شما به ما چه خواهید گفت؟ این انقلاب رو چطور بهش نگاه میکنید؟ شما که هیچ نقشی در به وجود اومدن این انقلاب نداشتید. درود بر شما. در ابتدا باید به این نکته که شما اشاره کردید در رابطه با این موضوع بگم که من جز هزاران زنی هستم، دختری هستم که در ایران آواز کار میکنن و صداشون شنیده نمیشه، مخاطبی ندارن. و خیلی نکته جالبی هست که من به کشورهای مختلف که سفر میکردم، وقتی دوستی در اونجا پیدا میکردم و در مورد آواز صحبت میکردم و مخصوصا کلاسیک، خیلی برای اونا جالب بود، حتی تصورش رو نمیکردن که توی ایران بانوان بتونن بخونن با این شرایطی که حاکم هست. اما باید بگم که در ایران ما هزاران زن خوش صدایی داریم که میتونم بگم من توی اونها گم هستم. از این همه تعریف و تمجید شما سپاسگزارم، ولی باید بگم کسانی اینجا خواننده هستن و من میدونم که ترس از شرایط باعث میشه که شنیده نشن، که قابل قیاس هستن واقعا با بزرگان موسیقی در دنیا. و خیلی خوب هست که برنامه شبیه برنامه شما هست، ما بتونیم صحبت کنیم در رابطه با موضوع انقلاب. همونطور که فرمودید ما نقشی در این موضوع نداشتیم، اما اتفاقهایی که در کشور افتاده از زمان ما در واقع چیزهایی بوده که زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده. هنجارهایی هست که در کشور اتفاق افتاده و ما هیچ نقشی در اونها نداشتیم. من فکر میکنم کلمه دستاورد همونطور که گفتم واقعا کلمه اشتباهیه، چون پساورد یا پسرفت شاید بهتر باشه، ولی شاید تنها دستاورد به نظر من، به نظر شخص من اینطور هست که باعث شد چهره ملایان به مردم شناسونده بشه.
این انقلاب در واقع منتخب ما نیست قاعدتاً و هیچ یک از آرمان‌هاش باب میل ما نیست. ما زنان در ایران واقعا محدودیت‌های زیادی داریم. حالا موضوع خوانندگی شاید یه بخش کوچیکی از تبعیض‌هایی که در ایران هست. ما خواننده‌هایی رو داریم که واقعا بی‌نظیر هستند در ایران و چون زن هستن اجازه شنیده شدن ندارن و موضوعات خیلی بزرگتری البته هست که این تبعیض‌ها باعث گرفته شدن جون خیلی از انسان‌ها شده و این دردآور اتفاقای گذشته برای ما درسی هستش که باز دوباره به این حکومت اعتماد نکنیم. و یه موضوع، یه خاطره جالبی که برای من توی فرانسه اتفاق افتاد، من با خانمی در یک کافه صحبت می‌کردم، ایشون به من خیلی براش باعث تعجب بود که ما با حکومتمون مخالف هستیم و از من پرسید ولی اون چیزی که ما توی رسانه‌هامون می‌بینیم جمعیت میلیونی برای انتخابات. و اونجا بود که من به این فکر کردم خب این در واقع حضور میلیونی یک تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی هست، وگرنه ما از این موضوع اطلاع داریم که ما چه شرکت بکنیم چه نکنیم، اونها آرای خودشون رو دارن، برنامه های خودشون رو دارن، ولی چیزی که مطرح هست ازش استفاده میکنن در جوامع بین المللی و به عنوان یک شعاف نمایش هست. و من تعجب میکنم از انسان هایی که در این انتخابات ها شرکت میکنن و میتونن چهره اون همه انسان بیگناه رو فراموش بکنن و شب موقع خواب به این فکر نکنن که نقش کوچکی در این عربه مرگ داشتن. بله آقای یزدان پناهی عزیز، ببینید اشاره کردن، خانم مژگان اشاره کردن که در ایران خوانندگان بسیار ما داریم، بانوان، دختران نازنین، نوازندگان ما بسیار داریم، نوازندگان چیره دست. و 40 ساله که بانوان از خواندن محروم شدن و میبینیم این گلها و گیاهانی که از لابلای سنگها بیرون میان شکوفا میشن، هزاران هزار. در چنین فضایی باز ما میبینیم گروه دیگه هستن از هنرمندان که بندنافشون به حکومت وصله، این رو هم هیچ پنهان نمی کنن. از سردار قاسم سلیمانی به عنوان عارف بزرگ و بقیه صفاتی که دادن نام میبرن. شما به ما بفرمایید این منظر رو چطور میبینید به عنوان یک روزنامه نگار نسل پس از انقلاب؟ ببینید جناب چالنگی، جمهوری اسلامی از ابتدا یک رژیم سیاسی بودش که وقتی بر سر کار اومد ماهیتش ضدیت با یک سری مسائل بودش. شاید مهمترین اونها رو بتونیم به ضدیت جمهوری اسلامی با زن، ضدیت جمهوری اسلامی با فرهنگ، با هنر، با جهان مدرن بدونیم. بند ناف جمهوری اسلامی و مسئولانش و آخوندها با این ضدیت‌ها بسته شده، یعنی هویت خودشون، هویت این تشکیلات سیاسیشون، هویت انقلابشون بر مبنای همین ضدیت‌ها و تعارض‌ها هستش. و واقعا تمام تلاش خودشون هم کردن در این 40 سال که بتونن هرچه بیشتر ضربه بزنن به این بنمایه‌های فرهنگی و هویتی ایرانی. شما خب در ابتدای انقلاب وقتی که روی کار اومدن این آخوندها، تا خب مدت‌ها مشغول پاکسازی و تصفیه هنرمندان ایران، سیاستمدارانی که از نسل‌های قبل باقی مونده بودند، حتی ورزشکاران، بعضن هر کسی که با دستگاه گفتمانی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تعارضی داشت یا حتی همراه نبود. خب بعد از پاکسازی اونها مواجه شدن، چهره ها که حذف شدن، اینها دیدن که درسته که چهره ها رو موفق شدن بسیاری رو از کشور فراری بکنن یا نابودشون بکنن یا خانه نشینشون بکنن، منتها جامعه ایران جامعه نبودش که تسلیم این تباهی و سیاهی بشه. بنابراین جمهوری اسلامی دید وقتی نمیتونه حریف این جامعه بشه، این نسل پویا، این جامعه‌ای که واقعا دنبال آزادی هستش، دنبال فرهنگ و هنر و تمدن خودش هستش، یک تصمیم دیگه‌ای گرفت و اون در واقع تولید و میدان دادن به یک سری افراد بود در قشرهای مختلف
در اصناف مختلف که اونها به اسم هنرمند، به اسم ورزشکار و حتی بعدا به اسم سیاستمدار و اینها بتونن در واقع در مقام کسانی که همراه جامعه هستند ایدئولوژی رسمی حکومت رو با لطایف الحیل به مردم ایران غالب بکنن. هنرمندان به اصطلاح هنرمندان نقش خیلی مهمی داشتن در این رابطه. شما میبینید که مثلا همین آقای شهاب حسینی که یکی از افرادی بودش که نه تنها جشنواره حکومتی فجر رو تحریم نکردش، بلکه حتی بر علیه تحریم این جشنواره هم موضع گرفت، این کسی هستش که از سال 1377 در دستگاه پروپاگاندای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برنامه اجرا می کردش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای تبلیغ جشن سالگرد انقلاب که همین روزها درش هستیم. بعدا می بینیم ایشون میره مثلا همراه یه عده هنرمند، به اصطلاح هنرمند دیگه، در برنامه ها مثلا در بیت رهبری در نزدیکترین فاصله با خامنه ای میشینه و سخنرانی میکنه و همون ایدئولوژی ها رو، ایدئولوژی نظام رو پیش میبره. در واقع این وضعیتی که برخی از هنرمندان در داخل ایران دارند صرفا نشون دهنده همون هنر رانتی و ایدئولوژی که هستش که جمهوری اسلامی تونسته در این سالهای اخیر، در این 20 سال 25 سال اخیر به نوعی اونها رو تولید بکنه. و خب در این گونه مواقع مثل در واقع جشنواره حکومتی فجر، مثل در واقع موارد این چنینی، اونها از اونها استفاده بکنه برای برقراری ارتباط با اقشاری از مردم و بخشی از مردم که با ایدئولوژی رسمی حکومت چندان همراه نیستن. خب متاسفانه ما می‌بینیم فقط هم آقای شهاب حسینی نیستش، خیلی های دیگه اصلا واقعا شرم‌آور این روزا جناب چالنگی که آدم می‌بینه که یه عده‌ای بعد از این فجایعی که در همه این سالها و به خصوص در این چند ماه اتفاق افتاده همچنان میرن در یک جشنواره حکومتی رانتی میشینن به نام فجر، در برابر دوربین ها میخندن، کوچکترین اشاره به این فجایع نمیکنن. شما نکنه آقای مهران مدیری دیروز میاد در این در واقع چی میگن کنفرانس خبری فیلم درخت گردو میگه من سقوط هواپیما رو تسلیت میگم، یعنی حتی میاد انهدام هواپیما با موشک های سپاه رو هم به نوعی منکر میشه و صرفا از سقوط نام میبره. یا نمیدونم بقیه، همین آقای شهاب حسینی، بقیه هنرمندانی که به اصطلاح هنرمندانی که متاسفانه در این جشنواره شرکت کردن. من خیلی واقعا امیدوارم با این بیداری ملی که الان به وجود اومده مردم ایران واقعا این وضعیت رو ببینن و به یاد داشته باشن. به قول حامد اسماعیلیون نویسنده و دندانپزشک که مقیم کانادا که همسر و دخترش رو در این فاجعه شلیک و انهدام هواپیما از دست داد، واقعا مردم ایران فراموش نکنند آقای چالنگی گرامی، به یاد داشته باشن که در این روزهای سیاهی و تاریک و در این روزهای خون و جنایت چه کدوم به اصطلاح هنرمندان همراه اونها بودن و کدوم هنرمندان از اونها پشت اونها رو خالی کردند و در کنار این واقعا نظام ویرانگر و جنایتکار و ایران برباده قرار گرفتن. خانم مژگان، های مردم اونطور که اشاره میشه، نه آقای یزدان پناه هستن کسانی که اشاره میکنن، میگن مردم ایران فراموشکار هستن، آبان ماه فراموش شده و بقیه رویدادهای مانند آبان ماه، آیا چنینه یا خیر وضعیت جوری هست مثل آتش زیر خاکستر؟ ببینید، من فکر میکنم دقیقا جمله خیلی درستیه. آتش زیر خاکستر، شما دیدید که بعد از آبان ماه و اون همه کشته که ما داشتیم، ماه گذشته که برای در واقع سوگواری که برای عزیزانی که از دست دادیم توی اون فاجعه، در واقع این همه آدم باز اومدن و اعتراضشون رو در واقع به ثمر رسوندن، با ترس، با این ترس که میدونستن شاید از خونه خارج میشن و به خونه بر نگردن. من خاطرم هست توی اعتراضات اخیر مردی رو دیدم با فرزندش که من بهشون گفتم من اگر جای شما بودم فرزندم رو نمی آوردم. همراه با خانومش و فرزندش اومده بودن و اعتراضاتشون رو سر می دادن. به من گفت این نسل باید شاهد این لحظه ها باشن
که راحت از دست ندن، این تغییر که اتفاق افتاد رو راحت از دست ندن و شاهد باشن. آدم ها این چنین میان بیرون از خونه هاشون با ترس نیست، در واقع آماده این هر اتفاقی هستن. و اینکه شما میفرمایید که بعضی عنوان میکنن مردم فراموش کردن، من همیشه فکر میکنم اینها در واقع تفکرات حکومت اسلامی هست که دوست داره بین مردم تزریق کنه که تخم ناامیدی بینشون پاشیده بشه، چون فکر میکنم جامعه ای که ناامید باشه و امید درش وجود نداشته باشه جامعه مرده است و هیچ تغییری توش اتفاق نمیفته. بنابراین من فکر میکنم ما مردم الان بهترین موقع هست که خیلی قوی تر از همیشه و امیدوارتر از همیشه ظاهر بشیم و هرگز فکر نکنیم این در واقع تبلیغاتی که حکومت راه میندازه. برای مثال خاطرم هست که موضوع این بود که ماشین نخریم، بعد گفتن ببینید چقدر مردم هجوم آوردن. من فکر میکنم ما اگر حدوداً 80 میلیون مردم ایران باشیم و آدم هایی که در واقع با این اتفاق ها همراه نمیشن حدوداً 10 میلیون یا 20 میلیون هم باشن، میشن یک چهارم یا یک هشتم در واقع کشور ما و این جمعیت خیلی خیلی غیر قابل قیاس هست با تعداد اصلی مردم. و این اتفاقها رو من فکر میکنم حتی اینها کار حکومت باشه برای اینکه مردم رو ناامید بکنه از تغییر، از اتحاد، برای اینکه ازش میترسه و وحشت داره که مردم امیدوار باشن. چون وقتی که انسان امیدوار باشه ما میبینیم نمونه هایی رو توی دنیا که یک انسان با امید چه کارهایی از دستش برمیاد. بنابراین دقیقاً این کلمه، این جمله شما مصداق این قضیه هست. اینها آتش زیر خاکستر هستند و خیلی زود. من به عنوان یک جوان ایرانی کاملاً امیدوار هستم و مطمئن هستم این تغییر خیلی زود اتفاق میافته. بله. و آقای یزدانپناه، همه امیدهای نسل جوان در همین جمله شما خلاصه میشه که این تغییر به زودی اتفاق میفته. آقای یزدانپناه، ببینید من این کلمه رو معمولا استفاده نمی کنم، اما واقعا کلمه استیصال وقتی اشاره کردم ادبیات من در تفسیر خبر نیست اما واقعیتی است و درماندگی هست. من میبینیم وقتی بنیانگذار حکومت، این حکومت و این به قول حکومت یا نظام آمده و گفته ملیگرایی کفره، اسم ایران رو نبرید و حتی سپاه پاسداران اسم ایران درش نیست به نحوی، وقتی صحبت امنیت ایران، هر کس به ایران و امنیت آن علاقه منده باید بیاد در انتخابات شرکت کنه، آیت الله خامنه ای، و سخنگوی دولت هم میاد میگه، حکومت هم میاد به نحوی دیگه از زبان یکی از کارگزاران دیگه خودش میگه که اگر خواستار یک پارچگی ایران هستید بیاید در انتخابات، نمیخواید فروپاشی روی بده، بیاید در انتخابات شرکت کنید. یعنی ایرانی که طی قرنها به هر حال از بحرانهای مختلفی یک پارچه و متحد بیرون اومده، حالا یک پارچگیش بستگی به این داره به الیاس حضرتی رأی بدین یا علی مطهری، اینا این یعنی حفظ یک پارچگی ایران. این رو شما نشونه چی میبینید؟ نشونه چه موقعیتی در درون خود رژیم میبینین که چنین دست به دامان علاقه مردم به ایران و وطنشون شدن و در واقع نوعی التماس؟ بعد وقتی به چند تا نکته در این رابطه جناب چالنگی ضروری هستش که ذکر بشه. خب نکته اول این هستش که وقتی امثال آقای خامنه ای و روحانی و بقیه این زعمای تشکیلات جمهوری است از ایران و از وطن و اینها نامی برند، آدم یاده اون شعر مصطفی بادکوبه‌ای میفته که میگفتش که وقتی تو میگویی وطن بوی فلسطین میدهی، وقتی تو میگویی وطن از چفیت خون میچکد و ایران تو یعنی لباس تیره عباسیان. حالا شعرش کاملش دوستان بعضا یا شنیدن یا میتونن مراجعه کنند و
بشنوند و مطالعه بکنن. منتها جناب چالنگی، واقعا اینها که اساسا ایران برای این جماعت آخوند و سپاهی و مأموران و مسئولان جمهوری اسلامی اصلا محلی از اعراب نداره، ایران برای اینها غنیمت جنگیه. جناب چالنگی، ایران با فرهنگش با هویتش موضوعیتی نداره برای اینها. اینا خودشون رو، این آخوندها، این سپاهیان خودشون رو وارثان بنی هاشم میدونند که ایران رو اشغال کردن. یکی از در واقع چی میگن، یکی از غزوات اسلامی بوده که درش پیروز شدن و الان حالا یه کشور اشغالی هستش و بعد از این ایران در جهت این منافع خودشون که همون گسترش امت اسلامی هستش، اینها بعد ایران رو مصرف کنن. نگاه اینها اساسا به مفهوم و فرهنگ و هویت ایرانی این هستش و الاخه اصلا خنده داره که این آخوندها بعد از این همه سال ضدیت، بعد از این همه سال دشمنی و دشمنی عملی، یعنی گام برداشتن در راه نابودی فرهنگ و هویت و تمدن ایرانی، بعد دم انتخابات که میشه یاد ایران میفتن. حالا اصلا واقعا انتخابات جناب چالنگی، حتی دیگه به جای رسیده وضعیت که واقعا صحبت کردن در باره انتخابات در این تشکیلات جمهوری اسلامی واقعا خنده داره. اصلا بیشتر به نظر من اینایی که خیلی جدی دارن، حالا بعضا خیلی هم اندک هستن البته با این وضعیت که دارن همچنان از انتخابات صحبت میکنن، به نظرم با اینها موضوع اصلا موضوع سیاسی نیستش، بیشتر موضوع مسئله آرزه روانی هستش واقعا با این جماعت. منتها خب ببینید، این سابقه داره در جمهوری اسلامی. در سال 92 انتخاباتی که در دور اول توی اون شعبده بازی که آقای خامنه ای را انداخته بود و بعدا خبراش هم منتشر شد که همه فکر میکردن کاندیدای آقای خامنه ای جدیدیه، بعد نگو ایشون از چند ماه قبل داشته تو عمان با آمریکایی‌ها، خود آقای خامنه ای مستقیم مذاکرات پشت پرده میکرده که با در واقع آمریکایی‌ها دیل بکنه سر هسته ای، و اتفاقا کاندیداش در اون انتخابات خود آقای روحانی هم بود. بعد اون موقع آقای خامنه ای اومدش و گفتش که خب ممکنه بعضی نمیدونم از نظام و انقلاب هم خوششون نیاد، ولی به خاطر ایران برن رأی بدن. خب یک دم که رفتند و رأی دادن بالاخره دیگه، حالا یه ده که خب جمهوری اسلامی هم که دستش تو ارائه آمار بازه دیگه، 5 میلیون شرکت کنن میگه 5 میلیون شرکت کردن، کاری نداره براش که، دست خودشه دیگه. یه دی رفتن رأی دادن و بالاخره آقای روحانی شد رئیس جمهور این تشکیلات مافیایی. بعد یه 2 سال گذشتش بعد از اون انتخابات، باز این انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بود، بعد رد صلاحیت شدن این اصلاح طلبا و اینها، رد صلاحیت شدن و مطابق معمول اینها گفتن که آقا نباید رد صلاحیت بشن و اینها. بعد آقای خامنه ای اومد گفتش که درسته که من گفتم که اونهایی که انقلاب رو قبول ندارن، 2 سال پیش گفته بودم که اونایی که انقلاب رو قبول ندارن بیان رأی بدن، ولی به معنی این نیستش که اونایی که انقلاب رو قبول ندارن برن به مجلس و وارد دستگاه های تصمیم گیر مملکت بشن. حالا انگار تو این 40 سال قبل شده بودن که حالا الان قرار بود بشن. ببینید این نگاه واقعا توهین آمیزه، یعنی این اصلا دیگه بحث سیاسی جناب چالنگی واقعا به نظر من نداره. اینها اصلا نگاهشون به ملت ایران، به مردم ایران، نگاه اینه که آقا شما به فرموده ما، به فرمان ما بیایید در انتخابات و اون کسی که ما بهتون میگیم، ما بر جلوتون گذاشتیم، شرکت کنید، رأی بدید که ما مسئولیت پیدا بکنیم، به ما یک کردیتی خود شما بدید که بعدا ما که شما رو سرکوب میکنیم و کشتارتون میکنیم در خیابون، و شما که میایید بیرون به فرزندان شما رو در خیابون به رگبار میبندیم، هزاران شما رو میکشیم، به زندان میاندازیم و اصلا حتی آمار کشته های شما رو اعلام نمیکنیم، میگیم اصلا ما در هواپیمای شما رو با موشک میزنیم و شما اعتراض میکنید، و موقع یک آدم مالکشی مثل آقای ظریف پیدا میشه که بره با رسانه های بین المللی صحبت بکنه و بگه اگه مردم ایران انتخاب جمهوری اسلامی رو قبول نداشتن که در انتخابات شرکت نمی‌کردن. یعنی در داخل کشور آقای خامنه‌ای میاد میگه اگر شما انتخابات رو قبول ندارید برید نظام رو قبول ندارید حتی برید رأی بدید، در خارج کشور یک کسی مثل ظریف و بقیه مالکشان جمهوری اسلامی که به اسم پناهنده سیاسی و روزنامه‌نگار تقلبی ماشاءالله در 4 گوشه جهان هم پخش شدن، برن بگن که آقا مردم ایران این رژیم شیطانی رو قبول دارن به خاطر اینکه میرن در انتخابات شرکت میکنن.
وضعیت این شکلی هستش جناب چالنگی، و واقعا به نظر من تاکید شما هم درست بودش. این مسئله اصلا دیگه به نظرم در رابطه با این انتخابات و اینها واقعا دیگه اصلا بحث علاهده هستش، از حیز انتفاع هم ساقطه واقعا. بله، رئیس دفتر شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی آمده و گفته که ما اصلا دولت مسئول نیست که تعداد کشته شدگان آبان ماه رو اعلام کنه. حرف دولت شیخ پرزیدنت. اینها ضمناً اطلاع میگن نداریم، حالون که گفتم بارها حتی تعداد تیرهایی که به مشک آب حضرت ابوالفضل به روایت شیعه در کربلا پرتاب شد و اصابت کرد هم اطلاع دارن. حتی در گوشی در خود چادر اهل بیت در کربلا چه گذشت، چه سخنانی رد و بدل شد اطلاع دارن. هم به هر حال برگردیم به عرصه هنر و بانوی گرامی مژگان خانم عزیز در تهران. شما برای وطنتون، برای خودتون، برای هم نسلانتون، نسلهای آینده، برای ایران و فرزندانش خواستار چه هست؟ ببینید، در ابتدا یک موضوعی که من خیلی توی جامعه میشنوم از آدمایی که باشون برخورد میکنم، چه اطرافیان، این هست که خیلی ها هم هستن که مخالفن ولی ترس از تغییر دارن و دقیقا هم تکرار میکنن که ما یک انقلاب دیگر رو و یک کشوری شبیه چه میدونم کره شمالی و مثالای این چنینی. میدونید من اگر همچین موضوعهایی رو از انسانهای عادی بشنوم میتونم درک بکنم، اما این موضوع رو حتی از کنشگرهای بزرگ سیاسی میشنویم و این برای من خیلی جالبه. من فکر میکنم انسانهایی در اون ساعت وقتی که این صحبت رو میکنن یا باید به سواد سیاسی و شعوری اونها در واقع شک کرد، یا به این که اینها هم عواملی از در واقع حکومت هستند که خیلی الزاماً هم آدم های ظاهر مذهبی نیستن، ممکنه یه خانم مینی ژوپ پوش باشه توی کشوری یا یه آقای کروات زده. یعنی فکر میکنم یا عامل حکومت هستن یا واقعا سطح سیاسی و شعوری اونها در حدی نیست که بتونن اظهار نظر بکنن. و من فکر میکنم این نکته نظر من هست، ولی من فکر میکنم ما نباید بترسیم از تغییر. برای اینکه همیشه من میگم چه حکومتی و یا چه اتفاقی بدتر از این میتونه باشه که انسانهای بیگناه را صرفاً به خاطر اینکه اعتراضشون رو به زبون میارن، این همه کشته، این همه فجایعی که اتفاق افتاده و هممون ازش آگاه هستیم، کدوم حکومت، کدوم اتفاق، کدوم تغییر دیگه میتونه بدتر از این باشه؟ و من مطمئن هستم که وقتی که ما آدم ها به این نقطه برسیم که تغییر الزاماً وحشتناک نیست و ممکنه باعث تحول بشه، باعث اتفاقای خوب بیفته، همه به این نتیجه میرسیم که اعتراض بکنیم و اون وقت هست که شما جمعیت میلیونی در خیابان ها خواهید داشت. و من فکر میکنم این خیلی نزدیکه، این خیلی نزدیک هست که همه آدم ها در واقع ظلم این حکومت رو با گوشت و پوست و استخونشون لمس بکنن و به این نتیجه برسن که تغییر اتفاق باید بیفته. و وقتی که این اتفاق بیفته که خیلی نزدیک هست، به نظر من روز تموم شدن این حکومت و این همه ظلم هستش. و یه موضوع دیگری که من خیلی میشنوم از آدم ها این هستش که نگران هستن که گزینه بعدی یا اتفاق بعدی توی کشور چه خواهد بود. حتی من این موضوع رو از آدم‌هایی میشنوم که در واقع کنشگر سیاسی هستند، فعال هستند، منتقد هستند و برای من خیلی پیچیده نیست. به نظر من فکر می‌کنم اگر الان هر آدمی که صلاحیت
در واقع منتخب بودن برای این حکومت رو داره پیداش بشه در هر نقطه از کره زمین. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با توجه به در واقع عواملی که همه جای دنیا با پول این 40 سال مردم در واقع برای خودش دست و پا کرده، ممکنه به اون در واقع منتخب ها حتی آسیب بزنه. و اینکه ما بعداً میتونیم این رو در موردش صحبت بکنیم و این تغییر رو به نحوی در واقع خوب اجرا بکنیم توی کشورمون، به نظر من خیلی عجیب نیست و خیلی هم منطقی هست، چون هر انسانی که در واقع منتخب این مردم باشه هر جایی که باشه اگر پیدا بشه، اگر صراحتا گفته بشه، شاید خوب نباشه. بنابراین فکر میکنم مردم از این موضوع هم نباید بترسن و نباید نگران باشن. و من موضوع دیگری که میشنوم از مردم، اینها دغدغه های ذهنی خود من هست، خیلی نگرانن از دعواها، اتفاقایی که بین مردم افتاده، با هم بحث میکنن. من فکر میکنم همه اینا نشونه های تغییره، همه اینا اتفاقای خوبی هست. ما اگر رجوع کنیم به کتابای تاریخی در رابطه با اتفاقایی که توی کشورهای دیگه مشابه این افتاده، همه اینا رو میتونیم ببینیم. بنابراین با یک امید خیلی خوب، یعنی با یک سرچشمه امیدی که شروع بشه، من مطمئنم همه اینا به سرانجام خواهد رسید و در نهایت ما مردم پیروز خواهیم بود. بله، اون چرا که اشاره کردید به طور دقیق، تغییر همیشه بد نیست. جلوه‌های بسیار خوبی داره در اروپای شرقی، فروپاشی حکومت‌های کمونیستی یکی بعد از دیگری. انقلاب‌های بد ما داشتیم، انقلاب‌های خوب، نمونه انقلاب بسیار خوب خود انقلاب آمریکا هست علیه استعمار انگلیس و بعد پیامدهای اون و در بسیاری از جاهای دیگر جهان. این نکته که جایگزینی نداره حکومت ایران از موضوعات تبلیغ شده خود حکومت هست بدون هیچ تردیدی، وگرنه جایگزین این حکومت پیش از هر کس و هر گروه و هر تشکلی خود مردم ایران توانایی این رو دارن که جایگزینی برگزینند در شرایطی آزاد و آباد، در شرایطی بی واهمه و هر، در شرایطی که ملت‌ها مجال اعمال اراده خودشون رو پیدا می‌کنن آزادانه و بدون هیچ فشار. یافتن یک دیگه در چنین شرایطی و ایجاد همبستگی به سوی آینده کار مشکلی نبوده و نیست. سپاسگزار شما هستیم مژگان خانم گرامی در تهران. اگر سخنی هست کوتاه میشنویم. مهمان دیگری داریم از مشهد که به اونجا سفر خواهیم. خواهش میکنم. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم از عوامل برنامه‌تون، از اینکه وقت با ارزشتون رو به ما جوانها میدید که صحبتامون رو پیش شما عنوان کنیم و شما برای ما انعکاس بدید. و در آخر به مردم عزیز کشورم میگم که روزهای خوب در انتظار ماست، فقط دووم بیاریم. خیلی ممنونم از شما. سپاس بسیار و ارزش وقت تفسیر خبر حضور شما و جوانان دیگر هست که این برنامه متعلق به خود شما هست. به امید روز با شکوهی که خوانندگان جوان ما، بانوان و دختران نازنین ایران در عرصه هنر بدون هیچ هراس و باید و نبایدها در عرصه هنر بدرخشند. با سپاس از شما پی میگیریم تفسیر خبر رو. تا لحظاتی دیگه به مشهد خواهیم رفت همراه با آقای محمد رضا یزدانپناه در پاریس. تا لحظاتی دیگه. با من و شما هستند آقای جلیل از خراسان. به دلایلی که میدونید، به دلایل قابل درک، ایشون از طریق تلفن با ما هستند و نه تصویر. خوش آمد میگیم. سلام و درود به شما در مشهد. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و هموطنان عزیزم.
در خدمتتون هستم. جلیل گرامی، به ما بفرمایید که شما به عنوان یک شهروند ایرانی مقیم خراسان در همون حوالی علم الهدا، بله، این انقلاب رو چطور میبینید؟ 40 سال گذشته، 41 سال، چه دستاوردی برای مردم داشته؟ من قبل از هرچی اگه اجازه بدین با یه بیتیر میخوام صحبتمو یه اشارهی داشته باشم. افسوس که نان پخته خامان دارند، اسباب کمال ناتوانان دارند. آنان که به بردگی نمی ارزیدند، امروز کنیزان و غلامان دارند. به نظر من دقیقا حال و روز و وصف ایران الان ماست و کشوری قدرتمند، ثروتمند که در دهه 50 در اوج قدرت و ثروت و استراتژیک هستش، به دست کسانی افتاد که جز سوختن و تباهی چیزی در انتظارش نیست. در خدمتتونم جناب چالنگی. بله واقعا در خراسان این حکومت مدعی هستش که باعث زنده شدن اسلام شد. یعنی در شهری مثل مشهد کسانی مثل رئیسی و علم الهدا هم کارگزاران چنین حکومتی هستن، حال اون که ما میبینیم که اتفاقا از این نظر در همین حکومت ظاهرا اسلامی هست که برای تمام مقدسات اسلامی شوخی های رایج شده در جامعه و اعتباری دیگه از نظر اسلامی کسی برای روحانیت شیعه قائل نیست. این منظر رو در مشهد شما چطور میبینید؟ به ما خواهید گفت به بینندگان ما که ببینید این اسلامی که اینا خودشون میگن، خب با دیدگاه های خودشون و داشته های خودشون که باید بگن ما خوبیم و هیچ مشکلی نیست، اما اون چیزی که حال و روز نه تنها مشهد، کل ایران هست. من میخوام اشاره کنم به مثلا سال 57، زمانی که از شاهنشاه فقید سوال کردن که در کنار انور سادات بزرگوار پرسیدن که چرا خمینی به ایران آمد، گفتن کشور ایران روزانه 250 میلیون دلار درآمد نفتیشه در سال 57، همونطور که شما هم اطلاع دارین. خب کشوری ثروتمند که فقط درآمد نفتیش جز معادن و ذخایرهای گاز و خیلی چیزهای دیگه ای که تو این 40 سال داره میسوزه و از بین میره، خب کشور به دست همچین کسایی افتاد، قاعدتا بعد همینا رو می آوردن که به اندازه 400 سال کشور عقب بیفته. و در مورد خراسان و مشهد که نه، اینجوری که اینا میگن اصلا نیست و مردم واقعا به اینا پشت کردند و واقعیت ها رو به نظر من سال 57 مردم آزادی داشتن، آگاهی نداشتن جناب چالنگی عزیز، اما مردم الان آگاهی دارن، آزادی اگر هم ندارن اونو به سرش فراهم خواهند کرد. در خدمتتون. خوب، من در مقدمه اشاره کردم آقای یزدان پناه که پرزیدنت ترامپ شب گذشته در کنگره چه گفت، شما قطعا در جریانید و بسیاری از بینندگان ما، از جمله این که گفت آمریکا این آمادگی داره که برای بازسازی اقتصاد ایران، حتی دعوت تلویحی به اینکه به میز مذاکره بیان و صحبت بکنیم، دعوتی که مسلما پاسخ مثبتی نخواهد داشت در تهران، به این سالها این ثابت شده و روشن شده. شما ارزیابیتون از اون چی که پرزیدنت ترامپ در مورد حکومت ایران گفت، در مورد تروریست بودن قاسم سلیمانی در کنار البغدادی، در مورد کمک رابطه ایران و آمریکا که میتونه به سود مردم ایران باشه، به عنوان یک روزنامه‌نگار مقیم فرانسه به بینندگان ما چه خواهید؟ جناب چالنگ، حتما بنده خدمتتون عرض میکنم. قبلش در رابطه با این دستاوردهای این انقلاب 57، خیلی خیلی واقعا پرسش خوبی هستش. من خیلی خلاصه اجازه بدید عرض کنم. این انقلاب دستاورد هم داشت، یعنی به جز بلا و مصیبت و به جز فاجعه، به جز باران سنگ و نکبت و آتش که از آسمان، از زمین آسمان بر سر ملت ایران و بر سر ایران و اقتصادش و محیط زیستش و مردمش و فرهنگ و تمدنش بارید،
و دستاوردهای منفی این انقلاب نکبت بود، ولی یکی دو تا دستاورد مثبت هم داشت که اتفاقا دستاوردهای تاریخی بسیار اهمیتی هستند اگر باز فراموش نکنیم، و اون این هستش که دو تا دستاورد بسیار مثبت انقلاب، یکی این بودش که برای بسیاری از مردم ایران روشن شد که حکومت دینی و نظام آخوندی در یک کشور چه جایگاهی داره، و اکنون بر بسیاری از ایرانی ها دیگه در داخل و خارج از کشور روشن هستش که جای دین، جای قوانین دینی و جای حکومت دینی در مسجد و در حجره های آخوندی هستش و نه در حکومتداری و قانونگذاری و مجلس و پارلمان که اسباب و لوازم سیاست ورزی مدرن و جهان بینی مدرن هستند. دستاورد دوم این جمهوری اسلامی و این نکبت هم این بودش که باز هم بر بسیاری از مردم ایران مشخص شد که اون کوچه‌ای که در سال 57 مردم ایران به درونش پیچیدند یک کوچه بن‌بست بود، و هر چقدر این مردم ایران بخوان در این کوچه پیش برند و سر خودشون رو به دیوار انتهایی این کوچه بن‌بست بزنن فایده ای نداره، و باید از این کوچه به عقب برگردند، خارج بشن و برگردند به اون خیابان اصلی که تا قبل از 57، تا قبل از بهمن 57 درش قرار داشتیم، و اون خیابان اصلی هستش، اون نظام هستش که به ما و به ایران توسعه، بزرگی و شکوه و آزادی دوباره اعطا خواهد کرد. در رابطه با پرسش شما، در رابطه با صحبت‌های ترامپ در این استیت آف یونیونی که داشتش در کنگره، خب شما در جریان هستید واقعا سیاست دولت آمریکا تغییر رژیم در ایران نیستش، یعنی سیاست علنی و رسمی که اتفاقا در عمل هم بهش پایبند هستش. اون چیزی که دولت ترامپ در آمریکا دنبالش هستش این هست که با در واقع با فشارهای اقتصادی فوق‌العاده بر جمهوری اسلامی این رژیم و این تشکیلات رو وادار بکنه تا دوباره به پای میز مذاکره برگرده، و این چیزی که ترامپ هم میخواد مذاکرات پنهانی نیستش، مذاکرات علنی هستش، تا اینکه بتونه این رژیم جنایتکار رو در برخی از مسائل که برای دولت آمریکا اهمیت داره، مثل در واقع همین برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و فتنه افروزی در منطقه و امنیت اسرائیل، بتونه با این رژیم به یک توافقی برسه که نظرات اسرائیل و عربستان سعودی و بقیه کشورهای متحد آمریکا در منطقه هم تعمیم بشه. ولی خب تغییر رژیم که موضع دولت آمریکا نیستش و ما هیچ نشانه‌ای هم ازش نمیبینیم در رابطه. البته جناب چانگ، چیزی که خیلی مهمه و مردم ایران هم باید بدونن این هستش که بر اثر سیاست هایی که دولت آمریکا داره، فرصتی ایجاد شده برای مردم ایران که بتونن این رژیم رو با دستان خودشون یک بار برای همیشه تغییر بدن و ایران رو به دوباره کشور خودمون رو به جایگاه واقعی و اصلی خودش برگردونن. این فرصت الان فراهم شده. یعنی این تضعیف رژیم یا نظام یا جمهوری اسلامی هر چیزی هست، این تضعیف رژیم، البته سیاست اعلام شده آمریکا همونطور که اشاره کردید تغییر نظام نیست در ایران، اما این فرصتی که گفتید ناشی از تضعیف حکومت، این رو چطور میتونن از این فرصت استفاده بکنن؟ آیا میشه استفاده کرد مردم ایران؟ ما در سال 96، در سال 97 و در سال 98 شما ببینید الان هیچ وقت این رژیم جمهوری اسلامی به همچین استیصال و ضعفی دچار نشده بود. الان من تعبیری که میتونم، تشبیهی که میتونم داشته باشم، یک درختی هستش که با تبر افتادن به جونش، یک درخت تنومند اما پوسیده، که مردم ایران با تبر افتادن به جونش ضربات خودشون را زدن و الان داره دیگه به سقوط این درخت پوسیده و خشکیده نزدیک شدیم، ولی این ضربات نهایی هستش که بسیار اهمیت داره و این با مردم ایران هست. جلیل عزیز، شما برای آینده کشور همه ایران چه میخواید؟ ببینین، کشور ایران در حال حاضر که
هیچ آینده درخشانی درش نیست، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ جغرافیایی. با توجه به اینکه دریای خزر الان سهم 50%شو به 20% رفتن خیلی راحت، اونم قراردادی که 2 سال پیش بستن، 1 سال پیش بستن، الان دارن کم کم توی صدا سیماشون میان نقشه ایرانو میارن با یک باریکه از خزر که چشمهای مردم عادت کنه به این موضوع. این از لحاظ جغرافیاییش. خلیج فارس به طور دیگر که از 2 سال پیش در اختیار چینی ها قرار گرفته و میان در عمق دریا ماهیگیری میکنن و خیلی مسائل دیگرشون که نمایان هست که چیزی جز تباهی در ایران نیست. از لحاظ مردم هم که مردم به روزمرگی افتادن، یعنی افسردگی جامعه رو فرا گرفته. جوانای الان ایران ما هیچ آینده درخشانی، نخبه هامونو که اونجوری از بین میبرن و بردن و همچنان هم ادامه داره، تو این 40 سال هم بوده، چیز جدیدی هم نیست. منتها دیگه مردم باید قبول کنن که این 4 دهه و این 40 سال ثمره انقلاب که ثمره ای که نداشته، به قول هموطن عزیزمون کلان اشاره کردن، این بود که حالا بعضیا میگفتن که میگن که یک انقلاب به آخوندا بدهکار بوده که بیان ببینن که باید دین از سیاست جدا بشه و بایدن بشه، این اتفاق باید بیفته، ولی ایران هیچ آینده ای در انتظارش نیست و جمهوری اسلامی هم هر روز رو به فناتر میره و ضعیفتر میشه. قدرت اینی که میفرمایید هیچ آینده در انتظارش نیست، یعنی عزیز و طرفی هم میفرمایید که جمهوری اسلامی رو به فناست، آیا خود شما مردم ایران توانایی ندارن یک نظامی رو که خواستارش هستن در ایران برقرار کنند؟ آنچه به فنای کامل رسید این وضعیت. ببینین به نظر من خب این خیلی نکته بزرگیه، یعنی اینکه مردم بخوان یه نفر رو انتخاب کنن و بگذارن که اونها دولتی تشکیل بدن و اینا، این خب خیلی فراگیره و خیلی بزرگتر از حرف هست. اما در سال 57 که مثلا آقای منتظری، به گفته آقای منتظری، بیش از 50% انقلاب رو آقای کارتر فراهم کردن، چیزی که به همه دنیا بسته نیست و همه خبردار هستن. الان هم اگر آمریکا و آقای ترامپ این موضع رو اعلام نمی کنن، باید قدرت‌های جهانی باشن که یک نظام رو، حالا آقای ترامپ از لحاظ اقتصادی این کار رو انجام داده، از همه لحاظ باید، اگر این اتفاق سال 88 می افتاد و آقای اوباما اون خیانت رو به ملت ایران نمی کرد و خدمت رو به جمهوری اسلامی که هواپیمای پول با میلیون ها و میلیارد ها دلاری که برای اینها ارسال کرد و زمینه تداوم و ثبات حداقل 10 سال که الان رسیده به 98 رو آقای اوباما فراهم کرد. این نظر شخصی من در خدمت هم. و الان از اینکه که رئیس جمهور آمریکا خیلی کوتاه بفرمه، میگی ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم، آیا میتونه مورد بهره برداری مردم ایران قرار بگیره یا گروه های مخالف حکومت؟ 100% و این نقطه مثبت و عطف این موضوع هست که مردم هم امیدوار هستن به این موضوع. نمونهش همون اینترنتی که موقعی که اینا قطع بشه اینترنت رو اونا بتونن مثلا فراهم کنن، که چند روز پیش آقای جوانمردی با برایان هوک مصاحبه ای داشت و ایشون هم گفتن که بله ما زمیناشو داریم آماده میکنیم و اعلام پشتوانه کردن از مردم ایران، پشتیبانی. سپاس بسیار داریم از شما. سپاس بسیار از شما جلیل عزیز در مشهد و سپاس از شما آقای محمد رضا یزدانپناه، روزنامه نگار در پاریس، و به امید دیدار هر دو مهمان گرامی در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بار دیگه سپاسگزار خانم مژگان عزیز که در بخش نخست با ما بودن. با امید به روزی که مردم ایران بدون هیچ حراسی عقاید و افکار خودشون رو مطرح کنن در رسانه‌های آزاد در میهنشون و امکان اینو داشته باشن میهنی رو بسازن سرشار از رفاه و امنیت برای نسل های آینده. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان در فلات ایران.
روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. ایران هرگز نخواهد.